دولت آمریکا در مورد فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی تصمیم خود را نگرفته و در میان ایرانی‌های مخالف جمهوری اسلامی هم در این مورد دو دستگی وجود دارد. فشار حداکثری یعنی چه؟ سلام. تا پارسال پیرارسال لفظ تحریم برای توصیف فشار خارجی بر جمهوری اسلامی مرتب به کار می رفت. حالا که جمع بیشتری از ایرانی های معترض در داخل و خارج کشور به این نتیجه رسیدند که سنبه‌ای پرزورتر از آنچه که تصورش را می کردند برای برانداختن حکومت ایران لازم است، عبارت فشار حد اکثری رایج شده. اخیراً هم تحرک جدیدی که تحت نام نه به جمهوری اسلامی راه افتاده تلاش کرده صدای واحد طرفداران فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی باشد تا قدرت‌های غربی را قانع کند که به این صدا گوش بسپارند. فشار حداکثری یعنی چه و اگر به تحریم حداکثری منحصر نیست، تحریم است به علاوه چه؟ شانس این سیاست چقدر است و پیامدهای آن چیست؟ این موضوعی است که در برنامه این هفته با دو مهمان از ایران در میان می‌گذارم. شهلا انتصاری، فعال سیاسی و کارگری در ایران، می‌گوید شرایط زیست در کشور او را به دفاع از سیاست فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی رسانده. ریحانه طباطبایی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در ایران، می‌گوید اتفاقاً او هم بر اساس تجارب روزمره در ایران مخالف سیاست فشار حداکثری است. خیلی خوش آمدید. خانم انتصاری، ابتدا به ما بگید منظورتون از فشار حداکثری چیه؟ همجوری که من تو مقدمه اشاره کردم، طبیعتاً باید پرسید که فشار حداکثری، تحریم حداکثری به اضافه چه چیز؟ چرا شما طرفدار چنین سیاستی هستید؟ سلام عرض میکنم آقای کریمی، خدمت شما و میهمان عزیزتون خانم طباطبایی و بینندگان عزیز. ناکارآمدی جمهوری اسلامی در طول 42 سال و نادیده گرفتن وضعیت مردم و پاسخ ندادن به مطالبات مردم و فشارهایی که مردم رو در بر گرفته و هر صدایی که از گلوی مردم بیرون میاد با رعب و وحشت، با زندان و انفرادی و شکنجه و اعدام همراه میشه، متوجه شدم که در جمهوری اسلامی مسئله نیازهای مردم و مطالبات مردم مد نظر حکومت نیست. چرا که اگر یادمون باشه در دوران اوباما چند صد میلیون دلاری رو که به دولت ایران پرداخته شد، در ایران هیچ اتفاق تازه‌ای نیفتاد. یعنی نه تورم پایین اومد، نه بیکاری کم شد و نه وضعیت مردم بهتر شد، بلکه روز به روز هم بدتر شده این وضعیت. بنابراین یک عده از تلاشگران و کنشگران مدنی و سیاسی به این نتیجه رسیدن که اساساً به دلیل ناکارآمدی و به دلیل سیاست‌های غلط جمهوری اسلامی هست که وضعیت ما این چنینه. بنابراین جمهوری اسلامی باید بره و آلترناتیو دموکرات و سکولاری جای اون بیادش. به خاطر این دست تلاشگران خواستن که نگاه جهانی رو، نگاه بین المللی و نگاه حقوق بشری رو به سمت ایران و مطالبات و نیازهای مردم ایران بکشونن. و این بیانیه که شما گفتین صرفا این نیست که ما با تحریم کردن موافق باشیم، ما با تحریم کردن به نوعی که فقط با جمهوری اسلامی مذاکره بشه، اون هم پنهان و با شیوه های مافیایی و راندخاری، مخالف هستیم.
موافق هستیم که دولت‌های خارجی از جمله آمریکا و اتحادیه اروپا و کشورهای دیگه وضعیت حقوق بشری و نقض حقوق بشر در ایران رو در نظر بگیرن و با اپوزیسیون که نمایندگان واقعی مردم هستند وارد صحبت بشن و از طریق اپوزیسیون در مورد قراردادها صحبت بشه و به طور واضح، شفاف و روشن مطالبات مردم و مفادی که در اون قرارداد میاد و چه کسانی پای قرارداد می نشینند مردم ایران در جریان باشند. آیا منظور شما خانم انتصاری، منظور شما اینه که تفاوت سیاست فشار حداکثری با سیاست تحریم حداکثری اینه که معتقد هستید دولت‌های خارجی، به طور خاص دولت‌های غربی، آمریکا، اینها نیان سیاست تحریم حداکثری رو به طور دیپلماسی علنی اعلام کنن و پشت پرده سعی کنن با ایران کنار بیان، این چیزی است که نمی‌خواید؟ دقیقاً دقیقاً این چیزی هستش که تو این چند سال اتفاق افتاده و ما می‌خوایم بگیم که جمهوری اسلامی مشروعیت نداره و مردم ایران باید در جریان تمام مذاکرات باشن، چرا که جمهوری اسلامی با لابی های پنهانی که میکنه، با مافیای پنهانی که داره و روابط پنهانی که داره، بسیاری چیزها رو از مردم مخفی نگه میداره و بعد میاد با مسئله عمده کردن تحریم که تا به حال چه بودن تحریم چه نبودن تحریم روی زندگی مردم ایران تأثیری نداشته. مکانیسم این چیزی که شما گفتید که مردم ایران به طور شفاف در جریان مذاکرات با دولت ایران باشن چیه؟ برای اینکه مذاکرات عمدتاً بر سر برنامه هسته‌ایه و این یک روند دیپلماتیکه، بر چه اساسی شما فکر میکنید اپوزیسیون ایرانی که ازش نام بردید و شما یکی از اعضایش هستید در داخل ایران، شما یکی از کسانی هستید که در بیانی از نامه 14 نفر برای استعفای آیت الله خامنه ای دفاع کردید، شماها چجوری باید در جریان چنین مذاکراتی که دیپلماتیک، روندی کاملا بین دولتی، قرار بگیرید؟ چنین خواستی واقعا انتظارات بیش از حد ایجاد نمیکنه؟ نه، این انتظار بیش از حدی نیستش، به دلیل اینکه عملکرد جمهوری اسلامی چه در داخل که خدمتتون توضیح دادم و چه در خارج یک عملکرد معیوب و بد خلاف منافع مردم هست. شما سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی رو در منطقه ببینید و ائتلاف این با گروه‌هایی که به گروه‌های تروریستی هستند یا به گروه‌های تروریستی مربوط هستند، هزینه‌هایی که حکومت جمهوری اسلامی در اون کشورها برای پیوستن به نیروهای تروریستی انجام میده و پول‌هایی که اونجا خرج میشه، پولهایی که ابتدا از دولت اوباما گرفته شد که برای مردم ایران و در داخل خرج بشه، هیچ کدوم اینا اتفاق نمیفته تو ایران و ما میخوایم که نگاه بین المللی رو و نگاه جهانی رو به سمت ایران بکشونیم. بله. چرا؟ راه‌های مختلفی از آقای کریمی، از جمله اینستکس که یک مبادله دیجیتالی هستش، ما و الان هم با توجه به اینکه همه کارها دیجیتالی انجام میشه، میشه از شیوه هایی به این شکل با نمایندگانی از اپوزیسیون که خوشبختانه افرادی هستند با صلاحیت، با سواد، دانشگاه رفته و تجربه این کار رو دارن، ما میتونیم این کار رو عملی بکنیم. خانم طباطبایی، بر اساس اون چه که خانم انتصاری میگن، سیاست فشار حداکثری دفاع از سیاست تحریم حداکثری ایران به اضافه شفافیت با نوع ارتباطات دولت‌های غربی با ایران به گفته خودشون، و اینکه در این ارتباطات اپوزیسیون ایرانی به گفته ایشون تا حدی محل مشورت قرار بگیره، این چرا چیزی است که شما باش مخالف هستید؟ منم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم انتظاری. واقعیتش اول من قبل از اینکه جواب سوال شما رو بدم چند نکته رو میخواستم در خصوص مطالب خانم انتظاری بگم و بعد برگردم به این موضوع. اولش هم میگم که ایشون اگر خواستن بعضیاش رو من دوست دارم که خودم حداقل بدونم. اول من هم موافقم که همه اون
پولی که از دولت اوباما گرفته شد خرج مردم و ایران نشد. اینا قطعا موافقم. اما به هر حال یک موجودی بود که یک بخشش خرج ملت ایران شد. بالاخره ما آمارهای اقتصادی 4 سال اول دولت روحانی رو داریم از وقتی که برجام امضا شد و 25 میلیون رأی به روحانی هم داریم که نتیجه اون سیاست ها بود به هر حال. یعنی اگر مردم 100% ناراضی بودن و تورم در 4 سال اول خیلی گسترده بود و شرایط مثل امروز بود، قطعا روحانی 25 میلیون رأی نمی آورد. به هر حال ما ثبات قیمت دلار رو داشتیم، ثبات قیمت ها رو داشتیم و شرایط اقتصادی مثل الان در این وضعیت وحشتناک نبود که این بخشش فارغ از عدم کفایت مدیریتی بخشش حاصل تحریم هاست، تحریم های گسترده. بالاخره نفت ما خرید و فروش می شد، هواپیما وارد کشور شد، مشکلات دارویی کمتر داشتیم، تورم مثل امروز نبود و اینجوری نیستش که ما بگیم صفر مطلق بود در اون دوره که جمهوری اسلامی با اوباما به توافق رسید. بله. اما در مورد بخش بعدیش بگم که میگن با اپوزیسیون مذاکره کنیم. کدوم اپوزیسیون؟ ما یک طیف گسترده اپوزیسیون داریم از داخل ایران تا خارج از کشور که الحمدلله هیچ کدوم اون یکی رو قبول نداره و همه دارن با هم دعوا میکنن و ما شاهد شدیدترین حملات اپوزیسیون در فضای مجازی به همدیگه هستیم. دقیقاً باید با کی بیان مذاکره کنن، حرف بزنن و دخیلشون کنن در این مسئله، کمان که به هر حال ایران یک حکومتی داره، یک دولتی داره که چه بخوایم چه نخوایم بخشی از آرای مردم رو پشت خودش داره. یعنی ما باید ببینیم انتخابات بعدی با چه میزان از مشارکت برگزار میشه که بتونیم مشروعیت رو کاملا صفر کنیم و بگیم این دولت 0% مشروعیت نداره. برای همین و در قوانین بین الملل و نظام بین الملل هم ما همچین چیزی رو نداریم. من که واقعا یک اپوزیسیون بزرگ گسترده‌ای به وجود بیاد، همشون با هم باشن، یک تیپ مثلا حالا مثلا افغانستان که کرزایی رو داشت که بتونن باهاش مذاکره کنن و یا جاهای دیگه. خانم انتصاری میگن که تجارب چند دهه اخیر بهشون نشون داده که یه سنبه پرزور لازمه برای اینکه اون جناحی که حاکمه و جناحی است که به اون رأیایی که شما گفتید اعتنایی نمیکنه، نه در دیپلماسی خارجیش نه در سیاست های داخلی، یه سنبه پرزور لازمه برای اینکه اون رو تا حد زیادی جابجا کنه یا به تغییر رویه واداره. چنین چیزی نیست؟ ببینید به نظر من تحریم ها و این فشارهای اقتصادی به خاطر مسائل حقوق بشری، دموکراسی، برابری و عدالت در ایران نیست. اینها دقیقاً برمیگرده به 42 سال سیاست خارجی جمهوری اسلامی. منم اصلا نمیخوام اینجا وارد این بحث بشم که این سیاست خارجی درست بوده یا غلط. من خودم شخصا منتقد این سیاست خارجی هستم. اما به هر حال جمهوری اسلامی یک سیاست تهاجمی در منطقه داره که به خصوص بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تغییر بلوک‌های جهانی این سیاست خطرناکتر از قبل شده. و علاوه بر این سیاست خارجی تهاجمی برنامه هسته‌ای و موشکی خودش هم گسترده کرده و این از نگاه غرب و به خصوص اسرائیل یک تهدید علیه منطقه و نظام بین الملل هست. پس این تحریم ها اعمال میشه بر جمهوری اسلامی برای اینکه سیاست خارجی خودش رو تغییر بده، نه برای اینکه سیاست داخلی خودش رو تغییر بده. خیلی ممنونم. آیا شما خانم انتصاری قبول دارید که اهداف قدرت های غربی به خصوص آمریکا از فشار حداکثری متفاوت با اهداف شمایی که خواهان ادامه فشار حداکثری و حتی دامنه دارتر شدنش هستید؟ اون چه که شما به خصوص در مورد حقوق بشر گفتید در دولت آمریکا با سابقه ای که ما داریم حداقل در صدر جدول نیست. من میخواستم در رابطه با صحبت‌های خانم طباطبایی هم صحبت کنم، ولی اول جواب این سوال شما رو میدم. ببینید آقای کریمی، هیچ دولتی، هیچ حکومتی در جهان منافع خودش رو ول نمی کنه بره منافع کشور دیگه رو بچسبه. دقیقا هر توی مبادلات سیاسی، توی روابط دیپلماتیک، هر کشوری اولویتش منافع ملی خودش هستش. بنابراین ما
با تجاربی که تو این جنبش پشت سر گذاشتیم، منظور من از ما اپوزیسیون نوعی هستش، این نیست که انقدر ساده لوحانه و کودکانه به این مسئله نگاه بکنیم. دقیقا اینجا این بیانیه و این خواست اعضای اپوزیسیون و مردم ایران این نیست که دولت آمریکا بیاد به ما کمکی بکنه یا ترحمی بکنه، نه. و بعد من برمیگردم به صحبت خانم طباطبایی. من میخوام از خانم طباطبایی سوال کنم، شما کجا زندگی میکنی و درآمدتون چقدره؟ کدوم قیمتی رو در ایران سراغ داریم؟ حالا خوشبختانه من و شما تو ایرانیم، میتونیم با هم قرار بذاریم بریم بازار تره بار که ارزون ترین جا در مناطق هستش و اقشار متوسط و به پایین و خود حتی اقشاری هم که متوسط تقریبا وضعش خوبه همه میرن اونجا، بریم به تمام این جاهایی که حتی میوه و سبزیجات و گوشت و ارزون تر از جاهای دیگه میدن، ببینم که قیمت ها هم با فروشنده ها صحبت میکنیم هم مردمی که دارن اونجا راه میرن. من نمیدونم شما تا چقدر برای خرید میرین، ولی من به علت درآمد کمم انقدر مجبورم بگردم و انقدر مجبورم محاسبه بکنم که این چندرغاز رو برسونم. من فقط تنها چیزی که به ذهنم میرسه من و شما بریم تو این بازارها بگردیم و با مردم و فروشندگان صحبت بکنیم ببینیم کدوم قیمت در ایران ثبات داشته. یعنی برای چندی پیش من میخواستم برم دیدن یک مریضی، میخواستم موز بخرم، گفتم به جای شیرنی بهتر یه غذای سالم، یه میوه سالم ببرم. هر چقدر کردم دیدم 150 تومن فقط 3.5 موز میشد و من گذشت کردم رو هر چی دست گذاشتم، اومدم شیرنی بخرم دیدم. و شما بیاین درآمد این مستمری بگیران تأمین اجتماعی و این کارگران رو حساب بکنید، چیزی که درآمد خود منم هستش و الان 3 ماه قطع شده به خاطر واقعا عنایتی که این آقایون دارن، بیایم ببینی که با اون چه جوری میشه هم کرایه خونه رو داد، هم پول آب و برق رو داد، هم به نیازهای بچه ها رسید، هم بیای واقعا تمام مردم کارمندانی که یک درآمد ثابتی دارن تقریبا استیبل شده موقعیتشون، نمیتونن گوشت بخرن. خانم شما کجا زندگی میکنید؟ خانم طباطبایی بله، خانم در این حال اجازه بدین، در این حال بگین من قبول دارم سیاست جمهوری اسلامی رو در منطقه و در کشورهای مختلف خاورمیانه که چه با کجاها پیوند داره و چه کارهایی میکنه و چه خرجای اونجا میکنه، چه خرجای تسلیحاتی میکنه، چه خونه سازی هایی، چه کمکهایی داریم، اینو قبول داریم. بعد میگین که من سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو اصلا تایید نمیکنم که یک سیاست معیوبی هستش، پس اینم قبول داریم. بنو میرین فقط سر رأی روحانی. خانم عزیز، مردم ما توی آبان 98 و دی ماه 98 نشون دادن نظرشون نسبت به روحانی چیه بله. و روحانی خودش داره اعلام میکنه ما در جایی که نه قوه مقننه مستقل داریم نه قوه قضاییه مستقل داریم و بله. بله. اجازه بدید جواب خانم انتصاری، اجازه بدید جواب سوال میرن. شما چطوری همچین بله. طوری از ایران صحبت میکنی که من صحبت میکنی من فکر میکنم تو سوئیس نشستین بله. یا تو آلمان نشستین؟ خانم طباطبایی، خانم انتصاری عزیز، اصلا بازه زمانی که من توضیح دادم و بعد متوجه شدن، ایشون درباره دوره اوباما صحبت کردن که مربوط به سال 92 تا 96 میشه. من میگم اون دوره به نسبت سیاست‌های کلی و حتی با توجه به مدیریت غلط ما به یک ثبات نسبی اقتصادی رسیده بودیم. من اصلا نمیگم اون موقع ارزونی بود یا کار فراوان بود. یعنی شما راجع به حال حاضر صحبت نمی کنید؟ منظور تبا تبایی، اولا من به خاطر شخصی که دارم بله. من آمارها رو دارم، من چون روزنامه نگار هستم زیر خط فقر اتفاقا درآمدمه. حالا لزومی هم نداره من اینجا درآمدم رو اعلام بکنم بله. پدر مادرم هم بازنشسته هستن، از ریز قیمت های این روزها هم خبر دارم و اصلا منظورم الان نبود. ببینید من میگم غرب، آمریکا و
اروپای غربی مسئلهشون با جمهوری اسلامی سیاست داخلیش نیست، مسئلهشون با جمهوری اسلامی سیاست خارجیشه. و اگر جمهوری اسلامی کوتاه بیاد در این سیاست خارجی که در برهه‌های آمده است، اونها کاری ندارن دیگه در داخل ایران چه میگذرد، رها میکنن همه چیو، برمیگردن سر جای خودشون و ما میمونیم و یک فشار اقتصادی مضاعفی که در این سالها بر ما تحمیل شده. ببینید این تحریم ها و این فشارهای اقتصادی باعث میشه جامعه مدنی ما ضعیفتر بشه، نیروی دموکراسی خواه ما ضعیفتر بشه. من اتفاقا فکر میکنم در شرایط تحریم، فشار حداکثری از خارج، اعمال زور و سرکوب از سوی حکومت داخل کشور بیشتر میشه. یعنی در واقع کشور وارد یک شرایط جنگی میشه، حکومت با دو بخش مواجهه، یک بخش نیروی خارجیه که داره بهش فشار میاره، بخش دوم نیروی ناراضی داخل کشوره. زورش که به خارجیه نمیرسه، نهایتا با اون میشینه مذاکره میکنه و میبنده، اما زورش به داخلیه میرسه و داخلیه رو بیشتر از قبل سرکوب میکنه در این شرایط تحریم و جنگی. کمان که ما آبان 98 رو داشتیم، یکی از بزرگترین کشتارها و سرکوبها صورت گرفت. مجامع بین المللی براش چی کار کردن جز دوتا بیانیه؟ و چقدر بعد از آبان 98 آقای ترامپ جمهوری اسلامی رو مجدداً دعوت به مذاکره کرد؟ کدوم یکی از این تحریم ها به خاطر حقوق بشر و دموکراسی داخل کشور بوده؟ به محض اینکه جمهوری اسلامی بشینه پای میز مذاکره سیاست خارجی، تموم میشه همه این مسائل غرب با ایران و دیگه کسی کاری نداره من و شما در داخل ایران چقدر زندان میریم، چقدر دنبال فعالیت های دموکراسی خواهانه و آزادی طلبانه هستیم. من میگم اتفاقا در شرایطی که فشار خارجی کم میشه، ما، من و شما و هر کس دیگه‌ای که میخواد فعالیت مدنی و دموکراسی خواهانه انجام بده، دستش برای فعالیت در داخل کشور بازتر خواهد بود، چون انتصار... مردم هم کمتر درگیر مسائل و مشکلات اقتصادی خواهند. خانم انتصاری، ببخشید خانم طباطبایی، من فکر میکنم که یه تناقض و یه مغالطه‌ای توی صحبت‌های شما وجود داره. خیلی معذرت میخوام، من براتون احترام قائل هستم، ولی ببینید شما میگین که سیاست خارجی جمهوری اسلامی اگر حل بشه ما در داخل، اصلا شما با توجه به تأثیر متقابلی که پدیده ها روی همدیگه دارن، میشه حکومتی سیاست خارجیش یه سیاست خارجی معیوب باشه و سیاستی که بر ضد مردمش و کشورش باشه و بعد در داخل ایران دموکراتیک عمل بکنه؟ نه، اینا به هم پیوسته هستش. حکومتی که منافع مردم رو در نظر نمیگیره، حکومتی که در 42 سال تمام ساختارها رو از بین برده، بیکاری رو گسترده کرده، اعتیاد رو گسترده کرده، فحشا رو زیاد کرده، هیچ کدوم از ادارات جمهوری اسلامی، وزارتخونه هاش هیچ حرکت سالمی دیده نمیشه، شما چطور انتظار دارید؟ و بعد خانم انتصاری اجازه بدید. خانم انتصاری، برداشتم از صحبت‌های مهمان دیگر اینه که میگن که ممکن هست از این سیاست خارجی که شما معیوب مینامید کوتاه بیاد جمهوری اسلامی تحت فشار، اما مسئله اینه که در داخل کشور کوتاه نمیاد و شما و خانم طباطبایی کماکان تحت فشار خواهید بود و به مراتب ممکن این فشار بیشتر بشه. نه، ببینید مسئله این هستش، تفاوت من و خانم طباطبایی سر اینه که خانم طباطبایی فکر میکنن با اصلاح، با نصیحت، با توصیه، با مرگ من بمون، مرگ من نکن، این حکومت درست میشه. ولی اگر ما یه مقدار واقع بین باشیم و پامون رو زمین باشه و تو این 42 سال واقعا هم ما مردم و هم اپوزیسیون پوست اندازی کردن، شما اپوزیسیون سال 60 رو ببینید، اپوزیسیون الان رو ببینید، یعنی طوری شده که عاملین داخل خود حکومت هم ریزش کردن و مرتب دارن افشاگری میکنن. من نمیدونم خانم طباطبایی به کدوم جنبه نگاه میکنن. خانم طباطبایی عزیز،
از این که ما میگیم که تحریم ها باید با نظارت نیروهای اپوزیسیون و نظارت بین المللی برداشته بشه و ما بدونیم چه قراردادی بسته میشه، چه مقدار پول وارد میشه و کجا میره، این هستش که من خودم با یکی از این بازرسین وزارت بهداشت که صحبت میکردم میگفت دارو که تحریم نیست، دارو تحریم نیست، ولی شما تو هر داروخانه میری میبینی که داروی بیمه رو میگه که این دارو وجود نداره، این دارو جز بیمه نیست. ولی اگر همون بازرس بیاد کدو بده و من خودم در رابطه با بیماری خودم این اتفاق افتاد و همون بازرس اومد به همون داروخانه گفت طبق کد فلان فلان چرا این جزء چیز حساب نمیشه و شما که سهمیه این دارو داری و جلوی چشم خود من داد. حالا ببینید اگر اون اتفاق تصادفی برای من رخ نمیداد، هزاران اتفاق اینجوری در مورد بیماری های زمینه ای در مورد بیماری های پرخطر تو جامعه ما داره اتفاق میفته. دارو که تحریم نیست، بخشی از مواد غذایی که تحریم نیست، ولی چرا اینجا چه اتفاقی میفته؟ چه روابط معیوبی، چه روابط پنهانی، چه مافیایی در کار هست که این اتفاق داره میفته؟ بذارید اون بخش خانم انتصاری اینو بگم خدمت آقای کریمی، اینو میخوام بگم اپوزیسیون ما که منظور من این هستش که پوست اندازی کرده از سال 60 به بعد، اپوزیسیونی هستش که میگه جمهوری اسلامی نه در سیاست، نه در اقتصاد، نه در فرهنگ، نه در آزادی های شخصی، در هیچ جنبه کارنامه خوبی نداشته و باید بره و مردم مجددا نوع حکومتی رو که میخوان خودشون تعیین کنن. همون طوری که خود آقای خمینی هم موقعی که وارد ایران شد همینو گفت، گفت اینو پدران ما نوشتن، حالا ما نمیخوایم. الانم اینو ما نوشتیم که منی که اون موقع جوان بودم و تو تظاهرات شرکت میکردم و اشتباه کردم، چون ماهیت جمهوری، البته سازمانی که من عضوش بودم اون موقع رأی نداد چون گفت ماهیت اسلامی جمهوری برای ما مشخص نیست، ولی به هر حال بعدها اشتباهاتی پیش اومد، من در حضور ملت ایران معذرت میخوام از همه. الان هم میخوام بگم ما دو تا اپوزیسیون در داخل ایران داریم، یکی اپوزیسیون نما هست، یکی اپوزیسیونی که فقط خاک میپاشه به چشم مردم ایران. خانم عزیز، خانم طباطبایی عزیز، توی شما میگین 20 میلیون رأی آقای روحانی، این توهم مردم بود. من اصلا منکر این مسئله نیستم که فشار حداکثری که عده‌ای از دوستان به سمتش رفتن نتیجه سرخوردگیه که از حکومت به وجود اومده، یعنی حکومتی که تمام راه‌های اصلاح و اصلاح طلبی رو بسته نتیجهش میشه این. من اصلا حتی نمیگم چرا این دوستان به این سمت رفتن، هر کسی برای خروج از این راه، از این اتفاق، از این بنبست راهی رو انتخاب میکنه. من شخصا به این نقطه هنوز نرسیدم و امیدوارم واقعا حکومت کاری کنه که امثال منم که موندن نرسن به این راه. و اصلا نمیگم چرا ایشون رسیدن یا چرا دیگران نرسیدن، به هر حال وقتی هر بار مردم اومدن رأی دادن، هر بار قدمی برداشتن به بنبست خوردن، یک راهش هم میشه فشار حداکثری. اما من اینجا یه سوالی رو مطرح میکنم، ما میگیم اصلا این فشار حداکثری رفت آخرش، یعنی ما رسیدیم به مرحله نفت در برابر غذا، همون اتفاقی که برای عراق افتاد. خب یعنی دیگه بیشتر از این نداریم دیگه، هیچ، کاملا ما محاصره اقتصادی میشیم و علاوه نظامی و اینا محاصره میشیم. جمهوری اسلامی کوتاه میاد و به یک سری از خواسته های نظام بین الملل در خصوص برنامه هسته‌ایش و سیاست خارجیش تن میده، چون تا امروز ما هیچ تحریم آنچنانی جز تحریم دو تا بازجو و چهار تا قاضی نداشتیم که مربوط به مسائل حقوق بشری باشه، کوتا اومد و بست. اون وقت چی کار میکنیم؟ چطور میتونیم باز ادامه بدیم؟ کشوری که ویران شده، هیچ پایه محکمی دیگه نداره، اقتصادش دیگه از اینی که هست وحشتناکتر شده، و یا حتی یه اتفاقی افتاد با کمک خارجی، یک اتفاقی مثل عراق افتاد. خب وضعیت امروز عراق رو ببینیم، من خیلی خوشحالم صدام نیست، ولی در این حال وضعیت امروز عراق هم وضعیت مطلوبی نیست. بله. خانم من فکر نمی کنم که ایران بهتر از عراق بمشه.
من اجازه بدین یه مطلبی رو اینجا اضافه کنم به صحبتام. ببینید، من اگر میگم که اصلاح طلبی، اصلاحات و دارم هنوز تلاشامو میکنم برای اینکه اتفاقی مثل بهمن 57 دیگه تکرار نشه، به خصوص با شرایط اقتصادی امروز، شرایط بین المللی امروز و اتفاقی که در این 42 سال رخ داده، من یک انقلاب دیگر رو خیلی مضرتر میبینم برای آینده ایران. بله. و اون چیزی که بهش شخصا اعتقاد دارم اینه که ما باید تا جایی که در توان داریم سعی کنیم فرهنگ، اطلاعات، نمیدونم چجوری میتونم اسمشو بذارم، آگاهی عمومی رو بالا ببریم. وقتی مردم به یک آگاهی عمومی بالا برسن و ما یک جامعه مدنی پیشرفته و رشد کرده داشته باشیم و سطح عمومی کشور رو بالا برده باشیم، دیگه بهمن 57 یا حتی شرایط عراق و سوریه و غیره بله. رخ نمیده و بله. ازش نخواهیم ترسید. خانم انتصاری، اگر بله. متوجهستم. جمهوری اسلامی هم هر اتفاقی براش بیفته، دیگه مردم دنبال یک نجات دهنده نخواهند بود. بله. خانم متوجهستم. متوجه. خانم انتصاری، این سیاست فشار حداکثری از نظر خیلی ها صرفاً راجع به عبور از چیزی است. به چه چیز بعد از اون قرار رسیده بشه، به خصوص اگر این کار با یه سنبه پرزور خارجی انجام بشه؟ این نقدی است که هم به سیاست فشار حداکثری وارد میشه از جانب شماری از تحلیلگران و فعالین سیاسی و هم به این کمپین نه به جمهوری اسلامی. خانم انتصاری، آقای کریمی، من نگرانی و ترس اون دوستانی که در داخل، ایرانیانی که در داخل و خارج هستن رو درک میکنم و همینطور نگرانی خانم طباطبایی و کسانی که مثل ایشون هست فکر میکنم. من همین الان در صحبتم توضیح دادم من جزء اون دسته از جوانانی بودم که در ابتدای انقلاب با شور و هیجان و با هزینه های زیادی که برای همراه شدن با این انقلاب دادم اومدم و به رژیم سلطنتی انتقاد کردم و خواستم که در حقیقت جمهوری مردم بیان خودشون رأی بدن که نتیجه این شد. ولی الان عذرخواهی کردم از مردم ایران، عذرخواهی کردم از اینکه ندیدم و یک بخشیشو در حقیقت اپوزیسیون اون موقع و نیروهای سیاسی، میدونم نیروهای سیاسی که سنتی چه در چپ چه در راست و نیروهای ملی که نتونستن وضعیت رو ارزیابی بکنن و نیروهایی که دست به دست هم دادن و آقای خمینی رو وارد ایران کردن. من این رو میفهمم خانم طباطبایی و آقای کریمی، دقیقاً هم این ترس و نگرانی شما رو درک میکنم. ولی من میخوام بگم کسانی که این شکلی فکر میکنن از مردم عقب ترن. مردم، شما خانم طباطبایی خودتون خبرنگار هستین، مطمئنا با اقشار زیادی در تماس هستین و اینجور که به نظر میرسه خانم فعالی هستین، واقعا دارین تو مهمانی ها، تو جمع های مختلف، تو جمع جوانان، هر جایی که میرین، آیا صحبت این هستش که مردم میگن اینا نرن چون ما میترسیم این اتفاق در ایران بیفته، میترسیم این عراق بشه، میترسیم این جمهوری اسلامی بشه، یا اینکه نه، مردم میگن که ما دیگه توانی نداریم؟ یعنی حتی آدم های مذهبی هم شروع کردن به گله کردن و شکایت کردن. بنابراین اپوزیسیونی که من میگم پوست اندازی کرده، که در حقیقت میشه همون همگرایی جنبش های مختلف در ایران، که خوشبختانه من میتونم این نوید رو بدم که این نیروها علارغم اون اختلافاتی که خانم طباطبایی به درستی مطرح کردن، دارن با همدیگه هماهنگ میشن و اینها هماهنگ شدنشون میتونه و همراه هست با نقشه راه. ما اگر نقشه راه داشته باشیم و طوری که تعیین کردن اینه که یه مجلس مؤسسانی تشکیل میشه به طور موقت و رفراندومی برگزار میشه که در اون رفراندوم نوع حکومت آینده به نظرخواهی و به رأی گیری مردم گذاشته میشه و هر چیزی که از توی صندوق رأی بیاد بیرون مورد احترام مردم خواهد بود، به شرطی که نیروهای سیاسی، احزاب، تشکلها، سندیکاها، اتحادیه‌ها بتونن دفاتر خودشون رو و عضوگیری خودشون رو و تبلیغات خودشون رو داشته باشن. بنابراین نقشه راه وجود داره.
اینطوری نیست که اپوزیسیونی که این همه هزینه داده، خانم طباطبایی، اعدام ها رو ببینین، زندان ها رو ببینین، شما اون کشتار دست جمعی سالهای 60 و 67 رو ببینین، اون مادران داغ دیده رو ببینین، اون کسانی که به خاطر الان شما آقای کریمی برین این رأی هایی که صادر شده برای زندانیان سیاسی، واقعا خانم طباطبایی 3-4 تا از این رأی ها رو بخونین ببینین که مفهوم اینا، متنی که در رأی گیری اومده چیه. اینی که شلاق زندانی سیاسی، خانم متوجه هستم، کارگر فعال سندیکایی به خاطر اینکه اومده از حقوقش دفاع کرده، هم شلاق خورده، هم جریمه نقدی داده، هم حقوقش قطع شده و هم زندان رفته. آخه شما ببینید بعد خانم طباطبایی چطور انتظار دارن یک همچین کار غیر واقع بینانه ای ما بیایم اینجا حکومت سیاست های خارجی رژیم رو یه مقدار رژیم کوتاه بیاد، بعد در داخل ما اینجا بشه گل و بلبل و جنبش دموکراسی و حقوق بشری بر. آخه ما باید بیایم ندونه اینا رو ارزیابی کنیم آقای کریمی. اجازه بدید ببینیم جواب خانم طباطبایی چیه. متوجه هستم. من نگفتم که سیاست خارجی جمهوری اسلامی حل بشه داخل کشور گل و بلبل میشه. من بحثم رو تحریم هاست، میگم تحریم ها به خاطر سیاست خارجی جمهوری اسلامیه و وقتی این جمهوری اسلامی سیاست خارجیشو به خواست دول غربی در بیاره، دیگه برای اونها مهم نیست در داخل ایران چه اتفاقی داره میفته و فقط ما میمونیم و یک اقتصاد ایران شده. من نمیگم اصلا خانم طباطبایی قرار نیست سرنوشت داخلی یک ملتی رو حکومت خارجی، مگه الان عهد دوران بردهداری یا دوران استعماری که یه همچه اتفاقی فشار. پس این فشار حد اکثری یعنی چه؟ یعنی باید الان چه کار انجام بدن؟ فشار حد اکثری میخواییم که جمهوری اسلامی در مجامع بین المللی منزوی بشه، افشا بشه، بدونن که مشروعیت ندارن، بدونن که مردم ایران به اینها رأی نخواهند داد، بدونن که اینها در هیچ عرصه‌ای نتونستن یک دون از مطالبات مردم رو خانم انتصاری اجازه بدید من از خانم طباطبایی بپرسم که آیا این نقشه رایی که خانم انتصاری توصیف کردن، مجلس مؤسسان، رفراندوم، این نمیتونه امید بده به اون کسایی که به اون تودهایی که به قولش خود شما هم سرخورده هستند؟ ببینید نه من نماینده همه مردم هستم، نه خانم انتصاری، نه هیچ کس دیگه. مردم ایران یک طیف گسترده ای هستن. ما داریم از اینکه میان به صورت گسترده برای تشییع جنازه قاسم سلیمانی تا میان به آبان 98، تا میرسیم به پرواز اوکراین، تا میرسیم به این آدم هایی که الان در صف مرغ و گوش به شدت ناراضی هستن، تا تیپایی مثل من، تیپایی مثل خانم انتظاری، مثل شما و همه، یعنی ما هنوز به اون یک چیز واحدی که الان همه مردم ایران بگن نرسیدیم و نمیتونیم الان هیچ کدوم مدعی باشیم که جمهوری اسلامی کاملا پایگاه و مشروعیتش رو در داخل ایران از دست داده. یعنی واقعا هیچ کس نمیتونه در حال حاضر چنین ادعایی 100% رو بکنه. قطعا هنوز هم جمهوری اسلامی پایگاه داره در داخل ایران، مشروعیت داره و مردم طرفدار خودشو داره، مردم طرفدار خودشو. من کاری به اینکه حالا فلان ارگان و اینها ندارم و سر این میشه نمیخوام الان این بحث رو بیشتر از این ادامه بدم چون فکر میکنم موضوع برنامه شما هم نیست. اما ما فرض بر این بگیریم که این فشار حداکثری از بیرون داره وارد میشه، یک نقشه راهی هم هست. من میخوام بگم این فشار حداکثری زیرساختهای اقتصادی که به خاطر بیکفایتی مدیریتی این سالها از بین رفته رو نابودتر میکنه. بله. اجازه بدید پس و من خانم میخوان دوستان بسازن چجوری میتونن ملت نابود شده رو دوباره جمع بکنن. خانم طباطبایی قبل از اینکه از خانم انتصاری سوال دیگه بکنم، میخوام فقط ببینم که انتخابات مجلسی که پشت سر گذاشته شد، مجلسی که از درونش در اومد، میزان مشارکت، آیا به نظر شما اون نشون نداد که اون حد اقل از مشروعیت هم دیگه وجود نداره برای نظام جمهوری اسلامی؟ ببینید
میزان مشارکت در انتخابات ریاست مجلس خیلی پایین بود، من اینو قبول دارم، یعنی بله. ولی مجلس رو نمیشه 100% به عنوان میزان مشروعیت نظام در نظر گرفت. ما باید ببینیم این چند ماه باقی مونده آیا تغییری در سیاست ها رخ میده و آیا مثلا برجام احیا میشه و شرایط اقتصادی یکم نرمال میشه. من فکر میکنم با انتخابات ریاست جمهوری 1400 واضح تر میشه درباره این مسئله صحبت کرد. به هر حال دوره هایی هستش در هر کشوری که مردم رأی نمیدن، نه فقط ایران، ما اینو در کشورهای دیگه هم داریم. ولی حالا اگر همین انتخابات رو مبنا قرار بدیم و فقط در مورد ایران صحبت کنیم، به نظر من با یک انتخابات مجلس نمیشه در این باره قاطعانه صحبت کرد. زمانی ما میتونیم در این باره حرف بزنیم که شاهد اتفاقاتی مثل اواسط و اواخر دهه 50 زمان شاه باشیم در داخل کشور. یعنی هنوز خیلی زوده برای که ما یک انتخابات مجلس مبنای مشروعیت یک نظام سیاسی. خانم انتصاری، انتهای صحبت‌های پیشین خانم طباطبایی این بود که فشار حداکثری نه تنها دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی رو سرکوب گردتر میکنه، نه تنها جمهوری اسلامی رو ممکنه در نقض حقوق بشر جریتر بکنه، بلکه زیرساختهای کشور رو هم از بین میبره، زیرساختهایی که برای پس از عبور از جمهوری اسلامی شما بهش نیاز دارید. جواب به این چه هست؟ مثال قبلی که زدن در مورد عراق دوره صدام همین بود دیگه. ببینید آقای کریمی، من مجبورم یه مقدار سوال و جواب هایی که در این برنامه انجام شده خیلی واضح و شفاف مطرح کنم که شاید مردمی که دارن این برنامه رو میبینن از صحبت های من و خانم طباطبایی سر در بیارن. ببینید، یک، من میخوام از خانم طباطبایی بپرسم که آیا، یعنی پرسیدین شما و هم من، آیا این اشکالاتی که بنده عنوان کردم یا شما عنوان کردین آیا وجود داره؟ ایشون میگن بله. ایشون میگن سیاست خارجیش معیوبه، سیاست داخلیش معیوبه، اقتصادش بی‌ثباته، امنیت وجود نداره و تعداد مردم کم شده. خب اگر این هست، ببینید ما اول باید مسئله رو مطرح کنیم. مسئله اینه که ما حکومتی داریم با این ویژگی ها و با این مشخصات و با این عملکرد 42 ساله. خب آیا یک عقل سلیم، یک انسانی که داره در قرن 21 زندگی میکنه و داره میبینه با فشار یک دکمه با تمام جهان ارتباط داره، متوجه میشه که وقتی یک چیزی سر جای واقعی خودش قرار نداره پس باید اون رو تغییر داد. حالا میریم سر اینکه چگونه باید تغییر داد. اول باید واضح صحبت کنیم. پس خانم طباطبایی هم به نظر من رسید که دقیقا همه اینا رو تایید کردن، حتی با سوال هوشمندانه آخر شما که انتخابات من میخوام به خانم طباطبایی و سایر کسانی که اینجوری فکر میکنن بگم که آیا اصلا این توهین، وقتی ما میگیم انتخابات، این توهین نیست به کلمه انتخابات؟ آیا انتصابات جای انتخابات رو در جمهوری اسلامی نگرفته؟ آیا خانم طباطبایی نیمی از جمعیت که زنان باشند در جمهوری اسلامی نادیده انگاشته نشدن؟ خب اینها نیمی از جمعیت به عنوان جنس دومن. خانم عزیز، خود شما خانم هستین و خود من خانم هستم. بنابراین وقتی ما این چیزها رو میبینیم، اگر من و شما رو این توافق داریم که شما به کرات عنوان کردین تمام این کاستی ها رو میبینین و من هم که دیدم و اینام انسان کنم که من نماینده هیچ کسی نیستم، ولی به عنوان یک شهروند و به عنوان یک مددکار اجتماعی که با آسیب ها در تماس بودم میتونم اینها رو بگم و برای هر کدومش تک تک دلیل دارم. بله. چون 30 سال در کشور خدمت کردم. بله خانم، من میخوام بگم که اگر که مسئله انتصاباتی که ایشون میگن در اگر قرار هستش ما این کاستی ها رو ببینیم پس باید رفعش کنیم. حالا رفعش چیه؟ ایشون میگن اپوزیسیون ما ضعیفن، اپوزیسیون ما با هم اختلاف دارن، جمهوری اسلامی قدرت داره، زور داره. خب من میخوام بگم که تا زمانی که ما نسبت به مسئله شک نکنیم و در جهت خواهان اون قدم برنداریم، اتفاقی رخ نمیده. بله خانم طباطبایی، هم اونها که به فشار حداکثری اعتقاد دارن
باید امید ایجاد کنند در مردم که پس از عبور، عبوری که ازش صحبت میکنند، چه رخ خواهد داد. هم شمایی که فکر میکنید فشار حداکثری جواب نمیده و باید مطالبه کرد در انتخابات، باید مطالبه کرد در یک چارچوب مشخصی با هشدار و با مطالبه، هر دوی این گروه باید ایجاد امید کنند. سمتی که شما نمایندگی میکنید یا ازش دفاع میکنید، سمتی که میگه که نه به فشار حداکثری، نه به تحریم حداکثری، نه به براندازی، بیایم رویه دیگه ای پیشه کنیم، این چجوری میخواد ایجاد امید کنه؟ این مسئله شما هم هست دیگه، فقط مسئله اونایی که فشار حداکثری رو تحریم میکنن نیست دیگه، هر دو گروه نمیتونن ایجاد امید کنن. ببینید، البته من معتقد نیستم که برای حل این مسئله باید حتما به سمت صندوق‌های رأی رفت. یعنی من اصلا نمیگم تنها راه ما انتخابات، نه، من هم بسیاری از حرفایی که خانم انتصاری الان زدن رو قبول دارم و اصلا منکرشون نیستم، از وضعیت زنان تا وضعیت اقتصادی، سیاسی، سرکوب و غیره. و اتفاقا پیشتر اشاره کردن اون حکمایی که بگم، من تقریبا اکثر حکما رو دیگه حفظ شدم، از بس خبرشون رو خوندم و نوشتم و بخششون هم دوستای خودم بودن. من میگم این تغییر در داخل با فشار حداکثری از خارج امکان پذیر نیست. من نمیگم با سعی و تلاش خودمون امکان پذیر نیست، من میگم ما نمیتونیم با فشارهای اقتصادی و کارهایی که نظام بین الملل انجام میده به این تغییر، حالا من میگم اصلاح، خانم انتصاری میگن تغییر، و حالا موضوعش یک بحث جداگانه ای، برسیم. من میگم ما باید در داخل خود کشور تلاش بکنیم، تلاش های زیربنایی هم بکنیم، یعنی بیایم از راه آگاه سازی مردم، از راه تقویت جامعه مدنی، شبکه های اجتماعی ببریم جلو. و اصلا و میدونم هم که باز با سرکوب مواجه میشیم، کما اینکه جمعیت امام علی تازه منحل شده، کما اینکه انجیو های ما زمینگیر شدن، احزاب ما نمیتونن فعالیت مستقل داشته باشن، کما اینکه هر تفکر و هر فعال سیاسی نمیتونه حزب دلخواه خودش رو بزنه. من اصلا نمیخوام منکر این شرایط بشم، و اگر بخوام و بحث در این خصوص هم در یک برنامه مفصل دیگه میبینمش، نه اینجا که بحث ما داریم در مورد فشار حداکثری صحبت میکنیم. من میگم اگر میخوایم به یک جامعه برابر، آزاد، دموکرات برسیم و آرمانهای حقوق بشرانمون محقق بشه، با فشار بین المللی و با دخالت بین المللی که البته خانم انتصاری هم بارها تاکید کردن که به دنبال تحریم نیستن و به نظر من اینجا دیگه اختلافی بین ما نمیمونه، به وجود نمیاد. البته خانم انتصاری تا اونجایی که من میدونم، خانم بله، در داخل کشور تا اونجایی که من میدونم خانم انتصاری نگفتن به دنبال تحریم نیستن. حدسم اینه که خانم انتصاری هم اگر اشتباه نکنم گفتن مخالف تحریمن. شما مخالف تحریم هستید خانم انتصاری؟ یعنی فشار حداکثری رو چیزی منهای تحریم اقتصادی علیه مرد، ایشون میگن جمهوری اسلامی در فضای زدی بشه. بله بفرمایید خانم. من اجازه دارم صحبت کنم آقای کریمی؟ بله بله. من گفتم که من هم مخالف این هستم که دولت ما تحریم بشه، حکومت ما به دلیل که فشار، ولی نه به اون شکلی که دولت جمهوری اسلامی میخواد. من میخوام که نمایندگان مردم با یک قرارداد شفاف و روشن و با اون در حقیقت مبادله دیجیتالی که نام بردم، یعنی با این شرایط، این سکس بیان این کار بکنن، نه اینکه فقط بیان تحریم بکنن. من میخوام یه چیزی بگم به دنباله اون امیدی که شما آقای کریمی گفتین، میخوام بگم دقیقا این امید در من هم که به سالمندی رسیدم و از جوانی شروع کردم، علی رغم این ناامید نشدم، امید وجود داره که شرایط کشور ما تغییر کنه. خانم انتصاری، امید در شما یک چیزه، اینکه این امید را بدمید یک چیز دیگه است، اینها دو چیز کاملا متفاوته. شاید مردم ایران به این دلیل که نمیدونن از پس جمهوری اسلامی چه خواهد اومد تحرک سراسری از خودشون نشون نمیدن. بله،
من همینو میخوام بگم. من چندین بار از پوست اندازی اپوزیسیون نام بردم، گفتم اپوزیسیون سال 60 رو در نظر بگیرید، اپوزیسیون سال 97 رو و اپوزیسیون الان رو در نظر بگیرید. تقریبا میشه گفت، البته که من قبول دارم یه تعدادی چون منافعشون وابسته به جمهوری اسلامیه، چون خواهان هیچ ذهنشون رو خواهان این نیستن که تغییر بدن و بیشتر من فکر میکنم منافعشون یه تعداد قلیلی هستن که وابسته هستن به جمهوری اسلامی و به بیت رهبری و به سپاه و اینا. من اینو قبول دارم و دستگاه قدرت و زر و زور و اینا همشون دستشون، ولی ما از این ور اپوزیسیونی رو داریم که در کنار تمام مشکلاتی که وجود داشته و در کنار تمام بگیر و ببندها دارن به توافقاتی میرسن در داخل ایران. ما الان در داخل ایران اتحاد عمل رو داریم. یعنی چی؟ یعنی در عمل دیگه از حرف گذشته، حرفای روشنفکری، تحلیلای روشنفکری گذشته. آقا جا ما یه مشکل داریم، این حکومت عامل تمام مشکلات ما در این سرزمینه، بیایم با هم جمع بشیم. من فکر میکنم کسانی مثل خانم طباطبایی و دوستان اصلاح طلب ما هم اتفاقا در این اپوزیسیون میگنجن، چون هم نظراتشون مهمه. خانم انتصاری، من واقعا متوجه هستم. خانم انتصاری، من واقعا دوباره باید تکرار کنم این سوال رو که تا چه حد عملی میدونید که آمریکا و چند قدرت بزرگ جهانی که در مذاکرات دور پیشین با ایران بودن در دور بعدی بیان اونچه که شما اپوزیسیون جمهوری اسلامی مینامید رو یا مشارکت بدن یا با خبر کنن از اونچه که در این مذاکرات میگنجه؟ این تا چه حد عملیه واقعا چنین چیزی؟ بله کریمی عزیز، من جز اون دسته از آدم هایی هستم که امیدوارم. خوشبختانه میگن عدو شود سبب خیر، جمهوری اسلامی خودش با عمل کردش در سطح جهان و روابط دیپلماتیکی که داشته و بدبستونهای پنهان و مافیایی که داشته الان یک خطر بزرگی در منطقه محسوب میشه. بله. خطر بزرگی که همون جور که آمریکا روز اول انقلاب فکر کرد در مقابل کمونیسم آقای خمینی رو بیاره برفت، الان دیگه در رابطه با اتحادیه اروپا و در رابطه با اسرائیل و در رابطه با آمریکا و حتی روسیه و چین هم جمهوری اسلامی از اقبال خوبی برخوردار نیستش. از طرف اپوزیسیون داخل و خارج به نظر من دارن به یک واقعیت های عینی میرسن و واقع بینتر میشن. بله. و به هم نزدیکتر میشن. من که خودم یکی از فعالان دموکراسی خواه در داخل ایران بودم، این روابط بین اپوزیسیون رو با تک تکشون اگر شما بخواید من دارم. بله، با نشونه. جالب، متوجه هستم خانم انصاری. جالبه که در چند برنامه اخیری که بخصوص با مهمانهای داخل کشور ما ضبط کردیم، آخر همیشه به این بحث امید رسیدیم. به نظر میاد یه بحث جداگانه ما باید راجع به این ضبط کنیم، از همون ابتدا راجع به این که امید در شرایط کنونی ایران چی هست، چه چیز کاذبه، چه چیز امیدواری بله واقعی هست ضبط کنیم. اما پیش از پایان برنامه یکی دو دقیقه شما وقت دارید خانم طباطبایی. واقعیتش اینه که من باید توی جنبندی بگم که من به ناکارآمدی ها، ناکاستی ها و شرایط داخل کشور کاملا واقف هستم، ولی راه حل برون رفت از این شرایط و تحریم و فشار حداکثری از خارج از کشور نمیدونم. به نظر من اون چیزی که ما نیاز داریم فعالیت داخل کشوره، فعالیت مدنی داخل کشوره، اینکه بتونیم واقعا در نگاه مردم و اون چیزی که فرهنگ عمومی عنوان میشه تغییر ایجاد بکنیم. خانم طباطبایی، شما پیشتر هم راجع به فرهنگ و آگاهی صحبت کردید، آیا واقعا میشه گفت که مشکلات ناشی از این هست که آگاهی به اندازه کافی وجود نداره در مورد ماهیت جمهوری اسلامی؟ واقعا چنینه یا اینکه مردم آگاه هستن ولی فقیرن و تنها هستند؟ ببینید، فقر خودش ناآگاهی میاره، یعنی خود فقر
ناآگاهی میاره. اتفاقا یکی از تأثیرات تحریم همین گسترش فقره. مردم وقتی فقیر و گرسنه هستن دیگه حوصله دموکراسی و آزادی و حرفای من و شما رو ندارن، دنبال یک لقمه نونن. بله، برای همین من میگم اول باید تحریم نباشه که کشور یک ثبات نسبی اقتصادی داشته باشه. حالا اون چیزی که حالا در یک دوره‌های در این 42 سال ما شاهدش بودیم، بله، به هر حال نمیتونیم صد بگیم 100% همه چی منفی بوده. یک دوره‌های ما بالاخره با کاهش تورم، با ثبات اقتصادی و غیره مواجه بودیم، بله، و در همون دوره‌ها اتفاقاً فهم و ادراک عمومی بالاتر رفته تا دوره‌هایی که فقر گسترده‌تر شده. تو این شرایطی که مردم در صف‌های طویل مرغ ایستادن و خود آقای قالیباف میگه مردم حتی دیگه نمیتونن پای مرغ بخرن، من نمیتونم برم تو اون صف‌ها به مردم از دموکراسی و حقوق بشر بگم. ببینم چند این حرف. خیلی ممنونم. به آخر پرگار این هفته میرسیم. ممنون از شما که این بحث رو تماشا کردید و همینطور از مهمانهای برنامه شهلا انتصاری و ریحان طباطبایی. پرگار را پیش از پخش از تلویزیون روی یوتیوب منتشر میکنیم تا اگر مایلید اون رو شنبه ها زودتر ببینید. هم پرگار تلویزیونی و هم نسخه پادکستی برنامه در وبسایت بی بی سی فارسی منتشر میشه. پادکست برنامه که اندکی طولانی تره و صحبت خودمونی آخر برنامه به اون اضافه میشه رو در کانال تلگرام بخش فارسی بی بی سی منتشر میکنیم. ضمناً این چند دقیقه اضافه پادکست رو به طور تصویری روی اینستاگرام بی بی سی فارسی هم میتونید ببینید. روز و شب بر همه شما خوش.